بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. هتک حرمت کربلا، زیارت اربعین و مرجعیت شیعه توسط تعداد معدودی زائر نما. ادامه فعالیت بعثه آیت الله العظمی شیرازی در کربلا به مناسبت زیارت اربعین. و یادگار یهودیان در هرات افغانستان. وقت شما بخیر. در حالی که میلیون ها دلداده ی حضرت سید الشهدا علیه السلام از اقصی نقاط جهان برای شرکت در زیارت اربعین به شهر مقدس کربلا مشرف شدند، حکومت ایران در ادامه تلاش های ناموفق خود برای مصادره به مطلوب کردن این موج خروشان حسینی سعی در سیاسی جلوه دادن این زیارت دارد. شعار راه قدس از کربلا می گذرد و زیارت به نیابت اسماعیل هنیه از جمله این اقدامات است که درباره آن با دکتر سید احمد شمس صحبت خواهیم کرد، فعال و تحلیلگر سیاسی. اما ابتدا به گزارشی که در این باره تهیه شده توجه فرمایید. جمعی از مداحان حکومتی و طرفدارانشان با سر دادن شعارهایی در مقابل بعثه اربعین آیت الله العظمی شیرازی و مقر مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام در خیابان قبله حضرت سید الشهدا علیه السلام سعی در تفرقه افکنی بین صفوف زائران اربعین داشتند. در ایام منتهی به اربعین حسینی بیش از 20 میلیون زائر در مشایع اربعین از سراسر جهان و نقاط مختلف عراق به سمت شهر مقدس کربلا با پای پیاده مشارکت می کنند و از طرفی مردم عراق سعادت میزبانی و خدمت به زوار اربعین حسینی را دارند و این چنین اربعین موجب اتحاد بیشتر همه مردم دنیا با ملیت‌ها و زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون می شود. حب الحسین یوحدنا و حسین محور اتحاد شعارهایی هستند که بیانگر این اجتماع شورانگیز است. اجتماعی بی بدیل حول محور فقط یک نام و فارغ از هر گونه هوا و هوس و حب جاه و مقام. در این مسیر شورانگیز و بیمثال بالا مرتبه ترین چهره های سیاسی اجتماعی و صاحب منصبان و نظامیان رد بالا و ثروتمندترین ها در کنار فرودست‌ترین اقشار جامعه همگی خود را پیرو فقط یک نام می دانند و بدون توجه به تمامی قدرتمندان و سیاستمداران و اسامی گوناگون فقط با شعار لبیک یا حسین پای در این مسیر گذاشته و آرمان خود را فقط حسینی می دانند و زیارت خود را با دعا برای فرج کامل می کنند. اما جمعیتی محدود که گویا اجتماع اربعین را با دیگر میتینگ های سیاسی اشتباه گرفته و تصور میکنند همچون کنش های دیگر سیاسی با جابجایی اتوبوسی طرفداران خود و با قوقا سالاری و پروپاگاندا میتوانند جمع قلیل خود را با تدلیس و نیرنگ فراوان جلوه دهند، به جای شعار لبیک یا حسین شعارهای بدعت‌آمیز دیگری را جایگزین آن نمودند و به جای فراخواندن مردم به سوی حضرت سید الشهدا علیه السلام، کربلایش را به مسیری برای رسیدن به قدس محدود کردند و حتی زیارتشان را به نیابت اشخاصی همچون اسماعیل هنیه انجام می دهند که در طول زندگیش با توجه به اعتقادات اخوانی هیچ میلی به زیارت نداشت. جمعیتی که در رأس آنها مداحان حکومتی اقدام به تفرقه افکنی و توهین به مراجع مستقل شیعه می کنند، از این مسئله غافل هستند که تنها حسین علیه السلام است که این جمعیت میلیونی را گرد هم جمع نموده و احدی از زورمداران دنیا چنین توانی را ندارد
و هر کس بخواهد این جمعیت را مصادره به مطلوب کرده و نام خود را بران بنهد، همچون بسیاری دیگر از زورمداران پیشین رفتنی است و نامی از او باقی نخواهد ماند، همان گونه که از پیشینیان نیز دیگر خبری نیست. آیت الله العظمی شیرازی در شام قریبان سال جاری در اجتماع عزاداران حسینی فرمودند: تمام کسانی که در مقابل حضرت امام حسین علیه السلام قرار می‌گیرند تمام شدنی هستند، اما ماجرای آن حضرت تمام شدنی نیست. معظم الله در ادامه با اشاره به فنا شدن جریانات سیاسی معاصر و گذشته های دور در مواجهه با دستگاه حضرت سید الشهدا علیه السلام فرمودند: امروزه جریانی با عظمت تر و گسترده تر از جریان امام حسین علیه السلام نیست. چه نیکوست افراد معدودی که در خیابان باب قبله امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا این شبها در صدد ایجاد تفرقه میان صفوف مستحکم حسینیان هستند، به جای نام بردن از افرادی که همچون پیشینیان ماندنی نیستند، فقط نام ماندنی حسین را فریاد بزنند و به جای لبک به نامهای فنا شدنی، تنها برای او که جاودانه است و تمام نخواهد شد، فریاد بزنند لبک یا حسین. سردادن شعارهای تفرقه انگیز توسط مداحان حکومتی وابسته به ایران در جمع میلیونی زائران اربعین واکنش‌های فراوانی را بین زائران و فعالان مذهبی به دنبال داشته. فعالان فضای مجازی با انتشار تصاویر مختلفی از اقدامات تفرقه انگیز آنها می‌گویند نمی‌توان از نام زائر برای چنین افرادی استفاده کرد. افرادی که با شکستن حرمت کربلا و هتک حرمت اربعین حسینی و هتک حرمت مرجعیت شیعه سعی در ایجاد تفرقه در میان صفوف حسینیان را دارند و به جای شعار لبیک یا حسین، لبیک برای نامهای فنا شدنی سر می دهند. دکتر سید احمد شمس، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از شهر مقدس کربلا با ما هستند تا تحلیل ویرا در رابطه با این گزارش بشنویم. آقای دکتر سلام و عرض ادب خدمت شما. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای حسینی، بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، و عرض تسلیت دارم به مناسبت اربعین حسینی در جوار مرقد مطهر آقا ابا عبدالله الحسین. گزارش بسیار خوبی تهیه شده بود. من میخوام در ابتدا از فرصت استفاده کنم، شاید این فرصت رو خود این افراد معلوم الحال به وجود آوردند که اولا دست خودشون رو شد و رسوا شدن با این حرکتی که انجام دادن، و ثانیا فرصت برای این که سالهای سالی که این جریان در تلاش هستش که چنین القا کنه که هزینه های این اجتماع عظیم مردمی رو این حکومت داره پرداخت میکنه و تقبل میکنه. اعداد و ارقامی رو بیان میکنن در همین دولت جدیدی که تازه روی کار آمده، یک اعداد و ارقام عجیبی اعلام شد، اما ما که چیزی از اون اعداد و ارقام در اینجا نمیبینیم. کسانی که اینجا هستند و زندگی میکنن میدونن که مشایه امام حسین علیه السلام، پیاده روی اربعین امام حسین علیه السلام، یک سنت 1300 ساله شیعی عراقی است که از صده های قبل به ارث رسیده به شیعیان عراق. شیعیان عراق اعم از ثروتمند و فقیر در این مشایخ شرکت میکنن، با بذل جان و مال و همه وجود خودشون. من در همین امسال شخصی رو دیدم که خانه خودش رو فروخته بود و بذل کرده بود در راه زائران امام حسین علیه السلام. مشخص نیست این بودجه هایی که اسم برده میشه که میاد در کربلا صرف میشه قرار هست کجا بره، به کدوم گروه های نیابتی و سر از کجا در بیاره، و متاسفانه این رو ادعا میکنم که به اربعین میاد. متاسفانه برخی از رسانه های فارسی زبان هم دامن میزنن به این قضیه و بخشی از مردم ناآگاه داخل ایران هم متاسفانه به این قضیه دامن میزنن، و همونطور که در گزارش اشاره شد متاسفانه وقاحت رو به یک جایی رسوندن که
این حرکت و اجتماع مذهبی بیش از 20 میلیونی رو که سابقه بیش از 1300 ساله رو داره با یک میتینگ سیاسی اشتباه گرفتن، همونطور که تو نماز جامعه هاشون، سفرهای استانیشون، نماز عید فطر و قربانشون اتوبوسی آدم جا به جا میکنند که با تدلیس و نیرنگ خودشون رو فراوان جلوه بدن، یک عده معدود رو آوردن اینجا در خیابان باب قبله در مقابل عرض به خدمت شما به اسه مرجعیت و شعارهایی سر دادن که فراخواندن به اشخاص هست نه نام حسین. همونطور که اشاره فرمودید شعار همه ما حب الحسین یا وحدنا، عشق به امام حسینی که این جمعیت رو کشیده به اینجا، و اگر نبود نام امام حسین قطعا این جمعیت اینجا جمع نمی شد. این نام ها فنا شدنی هستند کما اینکه بسیاری فنا شدند و رفتند، و اگر تصور می کنند با این کار می توانند برای خودشون محبوبیتی کسب بکنند در اشتباهن. اتفاقا از شب گذشته همونجور که اشاره فرمودید در فضای مجازی ذکر شد، بسیاری از اشاعر عرب شیعه بسیار خشمگینن و ماهیت واقعی این حاکمیتی که ادعای حسینی بودن میکنه اما در مسیر یزید متاسفانه داره گام بر میداره کاملا داره روشن میشه. نکته دیگر هم خدمتتون عرض بکنم، اگر این جماعت از موفقیت یک شبکه تلویزیونی، از موفقیت یک بیت مرجعیت یا سازمانهایی که توانسته این مرجعیت در اقصانقاط عالم ایجاد بکنه عصبانی هستند و نمیتوانند همانند این مجموعه حرکتی انجام میدن، اگر میخوان عصبانیت خودشون رو خاموش کنن راهش اینجور حرکت ها نیستش. همونطور که خدا به امام حسین عزت داده به دیگران هم عزت میده، عزت و ذلت دست خداست. با این حرکت های شوم جز اینکه خودشون رسوا بشن کار دیگه رو نمیتوانن انجام بدن، و همونطور که در انتهای گزارش آمده بود به جای اسمهای فانی متوکل 17 بار خاص قبر امام حسین علیه السلام رو نابود بکنه و کرد، منصور دوانیقی، بسیاری از سلاطین و ظالمان تاریخ خواستن نام امام حسین رو خاموش کنن و نام خودشون رو جاش بگذارن، اما همه اونها رفتن و امروز نامی از اونها نیست، و قطعا فرداها نامی از این اشخاصی که به جای امام حسین با لبی گفتن به اونها میخوان نام اونها رو زنده نگه دارن ترفی نخواهند بس، و فقط نامی که زنده خواهد ماند حسین خواهد بود و همه باز هم خواهند گفت لبیک یا حسین. بله ممنونم. با تشکر از دکتر سید احمد شمس، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی از شهر مقدس کربلا که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. همزمان با اوج ایام مراسم اربعین حسینی، بیش از 32,000 مسافر طی 24 ساعت گذشته با 136 پرواز از طریق فرودگاه نجف وارد عراق یا از آن خارج شدند. عباس البیزانی از مدیران کل وزارت حمل و نقل عراق اعلام کرد روز گذشته مصادف با 18 صفر فرودگاه نجف شاهد به زمین نشستن 136 پرواز از کشورهای مختلف بود که طی آن 20,497 مسافر از نقاط مختلف جهان وارد نجف شدند و 10,748 نفر نیز از طریق این فرودگاه عراق را ترک کردند. وی ادامه داد فرودگاه بین المللی نجف اشرف در ایام اربعین امام حسین علیه السلام دروازه اصلی ورود زائران به عراق محسوب می شود و مدیریت فرودگاه با هماهنگی دستگاه های مختلف همواره تلاش کرده اند بهترین خدمات را به مسافران ارائه کنند. وزیر خارجه آلمان در واکنش به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته که این گروه به دنبال خاموش کردن نیمی از نفوس افغانستان زنان است. او همچنین افزوده است که این قانون زنان را از حقوق و کرامت انسانیشان محروم می کند. تدوین قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط رهبر طالبان با واکنش‌های جدی زنان و نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. طالبان در این قانون ظاهراً
ظاهر شدن صدا، صورت و بدن زن در اماکن عمومی را جرم تلقی کرده است. مدیر برنامه جهانی غذا میگوید ما به توقف فوری خصومت‌ها برای جلوگیری از گسترش قحطی در سودان نیاز داریم. لنی کینزلی، مدیر برنامه جهانی غذا در سودان، طی اظهاراتی گفت ما گزارش‌هایی دریافت کردیم که مردم در سودان برگ‌های درختان یا علف‌ها را می‌خورند و این کشور اولین قحطی تایید شده در سراسر جهان از سال 2017 را تجربه می‌کند. وی در ادامه گفت جهان باید توجه بیشتری به مردم سودان داشته باشد و اقدامات بشر دوستانه بیشتری انجام دهد. وزارت گردشگری و آثار باستانی مصر از ساختمان رصدخانه نجومی مربوط به قرن ششم قبل از میلاد در شهر باستانی بوتو واقع در استان کفرالشیخ در دلتای نیل در شمال کشور رونمایی کرد. این رصدخانه که از آن برای نظارت و ثبت رصدهای نجومی و حرکت خورشید و ستارگان در معبد در شهر بوتو استفاده می شده، از خشت‌های مخصوص ساخته شده و با مساحت تقریبا 850 متر بزرگترین رصدخانه نجومی است که از قرن ششم قبل از میلاد تا کنون کشف شده است. گفتنی است شهر بوتو قبل از اینکه پادشاه مصر باستان مناطق شمالی و جنوبی کشور را متحد کند به عنوان پایتخت مصر بوده و تاکنون اکتشافات باستانی زیادی در آن انجام شده است. یک شرکت کانادایی از کشف دومین الماس بزرگ جهان به وزن 2492 قیراتی در کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا خبر داد. این الماس بزرگترین الماس کشف شده در تاریخ بوتسوانا است. شرکت کانادایی لوکارا دایموند اعلام کرده که این سنگ در معدن الماس کاروه در شمال شرقی بوتسوانا با استفاده از فناوری تشخیص اشعه ایکس کشف شده است. این شرکت اطلاعات خاصی درباره کیفیت یا ارزش این سنگ ارائه نکرده است. بزرگترین الماس کشف شده قبلی یک سنگ 3106 قیراتی به نام کولینان است که در سال 1905 کشف شد. باران‌های تند و شدید در هند و بنگلادش به بروز سیلی مرگبار منجر شد که احتمالاً در ساعات آینده با بالا آمدن بیشتر آب خطرهای فزاینده ای را رقم می‌زند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از گزارش الجزیره بیش از 4 میلیون بنگلادشی تحت تأثیر سیل ناشی از باران‌های سیلاسا قرار گرفتند و صدها خانه زیر آب قرار گرفتند و شمار قابل توجهی از زیرساخت‌های این کشور نیز تخریب شدند. وزارت مدیریت بلایای طبیعی و امداد بنگلادش می‌گوید دست کم 13 نفر بر اثر سیل ناشی از باران‌های شدید در شرق بنگلادش کشته و 4.5 میلیون نفر متضرر شدند. سیل روزهای اخیر در استانهای فارس و کرمان خسارتهای زیادی به جا گذاشته است. صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات هوای سازمان هواشناسی، روز جمعه دوم شهریور از احتمال رگبار باران و وزش باد در برخی نقاط کشور خبر داد. این مقام در دامنه ها و ارتفاعات شرق و جنوب شرق لرستان، نوار شرقی خوزستان، شمال چهارمحال بختیاری، جنوب کرمان و همچنین برخی مناطق هرمزگان و فارس از جمعه تا یک شنبه در بعد از ظهر و اوایل شب رگبار باران گاهی با آذرخش و وزش باد پیش بینی کرد. بازار صنایع حلال در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است و از 332 میلیارد دلار در سال 2023 به 344 میلیارد دلار در سال 2024 افزایش یافته است.
پیش بینی می شود بازار صنایع حلال به رشد چشمگیر خود ادامه می دهد و در سال 2028 به 395 میلیارد دلار با نرخ رشد سالانه 3.5% برسد. این رشد در دوره پیش بینی را می توان به افزایش تقاضا برای سوخت های زیستی، تمرکز بر کاهش کربن، سیستم های گرمایش هوشمند، مقررات دولتی در مورد کیفیت سوخت و رشد ساخت و ساز مسکونی نسبت داد. به سی مرجع عالی‌قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله که همزمان با آغاز ماه صفر به مناسبت ایام زیارت مقدس اربعین حسینی در کربلای معلا فعالیت خود را آغاز کرده، همچنان به برنامه‌های خود ادامه می‌دهد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. بعثه مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله همزمان با آغاز ماه صفر به مناسبت ایام زیارت مقدس اربعین حسینی در کربلای معلا فعالیت خود را آغاز و همچنان برنامه های آن ادامه دارد. بعثه آیت الله العظمی شیرازی در روزهای منتهی به اربعین حسینی شاهد حضور نمایندگان مرجعیت، مسئولان مؤسسات و مراکز وابسته به مرجعیت، اعضای دفتر مرجعیت شهرهای مقدس کربلا و قم و جمع دیگری از شخصیت‌ها و فعالان دینی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. بعثه آیت الله العظمی شیرازی با استقرار در خیابان قبله حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام و با بهره‌مندی از کارشناسان دینی به خدمت رسانی به زائران حسینی در ایام زیارت مقدس اربعین حسینی می پردازد. استقبال از شخصیت‌های علمی و نمایندگان مراجع عظام تقلید و عموم زائران و سران عشایر، استقبال از شخصیت‌های علمی و فرهنگی از سراسر جهان، استقبال از عموم زوار و پاسخ به سوالات شرعی و اعتقادی، ارائه مشاوره‌های دینی، تشکیل حلقه های پرسش و پاسخ، اقامه نماز جماعت و ارائه کتب و آثار آیت الله العظمی شیرازی و مسئولات دینی و فرهنگی از فعالیت های این بعثه در ایام زیارت مقدس اربعین سال جاری است. بررسی مشکلات دنیای اسلام، مسلح شدن به ابزارهای مدرن در جهت مقابله با انحرافات عقایدی دشمنان اسلام، تحول در کیفیت برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در نشر آموزه‌های ناب اسلام اصیل و بررسی راهکارهای نوین در جهت دفاع و مطالبه حقوق شیعیان جهان در مراکز بین‌المللی از جمله مباحث مطرح شده در بین مسئولان بعثه، نمایندگان مرجع عالی قدر و شخصیت‌های اجتماعی و علمی حاضر در بعثه می‌باشد. تحولات چند دهه اخیر به ویژه در دو دوره حاکمیت طالبان جامعه یهودی های ساکن افغانستان را فراری داده است. از صدها خانواده یهودی که قرنها در کنار مسلمانان هرات زندگی مسالمت‌آمیز و پر رونقی داشتند، اکنون فقط چند کنیسه و قبرستان به یادگار مانده است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. روزگاری صدها سال قبل از امروز، خانواده های زیادی از یهود در استان هرات در غرب افغانستان زندگی داشتند. شهر هرات به عنوان مرکز فرهنگی و تجاری میزبان جمعیت قابل توجهی از یهودیان بوده است. این جامعه در طول قرون متمادی در تجارت، صنایع دستی و تبادل فرهنگی نقش بسزایی ایفا کرده و با دیگر اقوام و مذاهب به صورت مسالمت‌آمیز همزیستی داشته است. گفته شده مسلمانان و یهودیان بیش از دو قرن بدون منازعی با یکدیگر در هرات زندگی می‌کردند. کنیسه‌ها و قبرستان‌های قدیمی در هرات شاهدی بر حضور پررنگ یهودیان در این منطقه هستند. برخی از آگاهان حوزه فرهنگ و تاریخ گفتند که یهودیان ساکن هرات به دلیل فشار برای تغییر دین یا پرداخت جزیه از ایران به هرات مهاجرت کردند.
از یهودیان ساکن هرات کنیسه های یوها، گلکیا، شماویل و گرجیا به یادگار مانده است. قبرستان های یهودی در شهر هرات نیز یادگارهای مهمی از جامعه‌ای هستند که نقش مهمی در تاریخ فرهنگی و اقتصادی این مناطق ایفا کردند. در قرن بیستم، به ویژه پس از تحولات سیاسی در افغانستان، جمعیت یهودیان به تدریج کاهش یافت و بسیاری از آنان به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. دوران حاکمیت نخست طالبان در دهه 1990 شرایط را برای اقلیت‌های مذهبی از جمله یهودیان بسیار دشوار کرد. طالبان با اتخاذ سیاست‌های تندروانه و تبعیض‌آمیز اقلیت‌های مذهبی را تحت فشار قرار دادند. گزارش‌هایی از تهدیدها و آزار و اذیت یهودیان در این دوره وجود دارد که منجر به خروج تقریباً کامل این جامعه از افغانستان شد. این تهدیدها نه تنها به از بین رفتن یادگارهای فیزیکی یهودیان می‌انجامد، بلکه بخش مهمی از تاریخ و تنوع فرهنگی افغانستان را نیز در معرض نابودی قرار می‌دهد. با بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، نگرانی‌ها درباره وضعیت اقلیت‌های مذهبی دوباره افزایش یافت. هرچند جمعیت یهودیان در افغانستان اکنون تقریباً وجود ندارد، اما میراث فرهنگی و تاریخی آنان همچنان در شهرهایی مانند هرات باقی مانده و نشان دهنده تنوع فرهنگی و تاریخی این سرزمین است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هتک حرمت کربلا، زیارت اربعین و مرجعیت شیعه توسط تعداد معدودی زائر نما. ادامه فعالیت بعثه آیت الله العظمی شیرازی در کربلا به مناسبت زیارت اربعین. و یادگار یهودیان در هرات افغانستان. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایار و نگهدارتون.